اوه هاشم میگه انرژی گرفته، ماساژش دادن دوباره برگشته. پام تو صورتش بزن هاشم. بزن نی نی موی تای براتون آوردیم از هاشم جاغوری. بعد از مدت ها یکی از محبوب ترین فایترهای موی تای. برا برا وکس این رفیقمون که میبینیم پی تی تی تقریبا چند ماه پیشم، یعنی یه فایت قبلی هم با هاشم داشته که هاشم فایتو بهش باخته، ولی اون موقع موهای این رفیقم آبی بوده، الان موهاش مشکیه. الان هاشم برگشته برای انتقام، ببینیم میتونه یا نه. آره حالا نمیدونم از این فایت قدیمیه یا اون یکی قدیمیه، ولی خب این دوتا فایت کردن با هم دیگه. یعنی این حریف خیلی قاطی بود، یادم اینقدر پانچ میخورد اصلا انگار نه انگار. ببین اصلا قیافه هم مشخصه، اون اصلا انگار ساخته شده. خیلی هم فایت داره، فکر کنم 60 تا فایت داره. به قول رئیس یو اف سی که میگفت خیلی فایت ها چیزه بعدیه موی تای. خب همون موقع استارت میخوره با فرانت پشت سر هم راند یک چقدر سریع است. موی تای انقدر سریع اتفاق میفته که تو بخوای بگی مثلا پانچ اوورهند سه تا ضربه دیگه زد. ببینی که همین الان چقدر داور جداشون کرد، چقدر ضربه زدن به هم دیگه. یه جاب یه دونه کیک یه جاب اوورهند پی تی تی جاب ها اوورهند ها همینجوری میاد تو پک و پوز هم دیگه. اوه یه دونه خورد به هاشم، هاشم گارد میگیره داره عمل میکنه یکم. اوه دوباره دوامی جداشو میکنه ستارتینگ، یه دونه دف میشه کیکش، یه دونه آی کیک. اوه چه خفن اومد اینا، یه اوورهند اوورهند های پشت سر هم از پی تی تی. اوه چه اوورهند هایی میزنه. ایوه هاشم یه جپ، اوه چه جپ خفنی. اوه جواشو داد با یه اوورهند. اوه چه فایتی بشه از همین الان. جاپونچا اوورهند از سمت پی تی تی، خیلی اسم سختی داره رفیق تایلندیمون. این البوی هم که میاره خیلی بده حاجی، چطور اینا هیچیشون نمیشه. خیلی خفن تر داره میزنه، چطور اینا هیچیشون نمیشه. آپر و اوور و هر چی بگی اینا میزنن به سک و صورت هم هنگان هنگا. ام ام ای بود حالا یارو مرده بود. او چی کار دارن میکنن حاجی، یه خشم نمیفته. اوه چه البوایی، چه اوورهند داری میزنی. دیونه از قاطیه این پسر، خط کشی شده پانچ میزنه. افتاد هاشم انداخ، یه ناک داون داشتیم. هاشم پاشو پسر پاشو، اتفاق نیفتاده. هاشم مرد موی تای افغانستان، یه دونه اوور اومد تو صورتش. واح. یه جب بکنم حالت سرش گیج رفته. سرش گیج رفته آره حاجی، این پی تی تی خیلی اصلا معلومه تجربهش بالاست. می چقدر بد میزنه بابا. هاشمو توی فایت های دیگه دیدیم اصلا عمو نمیده به طرف اینجا، ولی اینجا اصلا نمیتونه هیچ حرکتی بزنه. سرش گیج رفته، سرش گیج رفته. کی یه ناک داون دیگه. او جیز یه دونه ضربه کیک هم خورد ولی پا میشه. بازم استقامتش استند اپ برو، اجازه داد بهش که بلند شه. علی همچنان سرش گیج رفته. اوه اعتماد به نفس قوی گرفته پی تی تی. یه فرانت میزنه پی تی تی، لبخند یه جپن میخوره. یه لبخند خاصی داره پونچ میزنه پی تی تی. حاجی اصلا هیچیش نمیشه این پسر، نگاه کن هرچی پونچ میخوره انگار نگاه. اوه پونچ محکم زد تو شکمشو، بکنم راند یک تموم شد. راند یک تمام شد و به نفع پی تی تی بود. حاجی پی تی تی اصلا قاطیه، این اصلا یه لول دیگه است، خیلی بده. ببین اصلا این کیکی که زد تو زیر بغل اینجا ولی خوب زد، می‌بینی صحنه و استارو داره نشون میده. بریم راند دو، امیدواریم راند دو اتفاق خوبی بیفته. همون اول کارو گرفت دوباره، دوباره هم حرکت راند یک دو. چند تا کیک تو هم. اوه هاشم میگه انرژی گرفته، ماساژش دادن دوباره برگشته. پام تو صورتش بزن پسر. هاشم بزن نی نی Let's go brother. یه دونه جا هاشم معلومه این دفعه برگشته که جبران کنه، امیدوارم این کارو بکنه، سر بلندمون کنه. یه اوور میزنه نمیچسبه، گلاویز میشن داور بعد جدا کنه. Let's go. واو همینجوری میزنن. اوه هم تو همی دارن میزنن. اوه یکی از نقاط حساسی هم که بعد جدا کنه اینجوری فکرش نمی کنه. این قسمت شکم و ایناست بچه ها، ممکنه یه دونه ضربه تمور به دیافراگم تموم شه. یه نیم زنه به کمر،
یه سری پانچه حسابت نمی کنه اصلا تو هاشم. دوباره میگه ویلکون، دوباره میگه ویلکون یه بار دیگه. واو خوبه که وای نمیستن، سری میزنن. میبینی کیک زد یه بار یه دونه دیگه عالی که چسبید. اوه اینجا میبینید پی تی تی بچه تحت فشاره، اصلا معلومه نسبت به راند یک تو راند دو بیشتر تحت فشاره. اوه یه نیه محکم. اوه البوه بدی زد. یه ناکداونش کرد. امیدواریم بتونه، امیدواریم بتونه. حاجی هادم و هاشم گمی ضرباتی که به قول واحد نژند هر کس بود میخورد گویش میرفت. الان داستان هاشم جاغوریه، ضرباتی که خورد. وای دوباره ترکونده. وای وای کیکه رو دیدی؟ ترکون سرگیجه. حاجی چطوری سر پاه؟ بگیرین اینو. چه دمش گرم اونو داره میزنه. بابا این پی تی تیه چقدر بیرحمه. بابا پی تی تیه بیرحمه که هیچی. هاشم اصلا بتونه تو این فایت، اصلا برعکس بقیه فایتشه. با اینکه این همه ضربه خورد، واجی پی تی تیه لعنتی اوه. چه پونچای بدی میزنه به خدای. اوه اوه آخه بشم نمیخوره اینجوری. بهش نمیخوره اصلا معلومه. این خیلی آقره تخمه موبایل. وای ضربه تو سر رو دیدی؟ ضربه تو سر رو دیدی؟ حاجی تموم کرد. بیاین وای 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 تموم. طرفدارای پی تی حاجی یعنی وحش وحشتناکتر از ورزش مویتایی نداریم به خدا. ورزش جوان مردانه تر هم نیستم. میبینی سری میره احترام میذاره. داداشی پانچه که تو زدی ایرامو میره داشت شکایت میکرد، بعد بریست مذارت قایم بکنی جواب مردانه گیر آسیایی. خودش هم به خودش میزنه، یک فایتر آسیایی پرقدرت. واقعا تایلندی ها حرف اول تو محیطی، یعنی فکر نکنم کسی بیاد رو دست اینا. چرا فکر میکنی خودش توی محیطی قوی هم؟ خب ریشش اونجا بوده دیگه، ریشش که اینجا بوده درسته، ولی خب چرا مثلا خیلی بهش بها میدن، تمرین میکنن، مبارزه خفنی نداره، بعد جون میدن برای این ورزش. میبینی اصلا طرف یه همه پوینت از هاشم خورد داش میخندید اینجوری این پوینت میاد میرفت جلو و دم هاشم گرم که یعنی وایساد. میدونید با اینکه این همه ضربه خورد و یه حالت مسئولیتی هم براش اومد، ولی بازم استقامتش اجازه داد که ادامه بده. اگه شما باز آره مویتای دوست دارید ما ریاکشن بدین تو کامنت ها بنویسین و برین این پلی لیست از هاشم ببینید، اونجا مویتای انواع اقسام مویتای آره. های خفن. اتفاقا یه فایت هم با همین پی تی تی داشته. آره اونم فایت بالی بوده، اونم پی تی تی آبی بوده. اونجا میبینیم تو بدرود.